بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع جلسه امروز ما در قرارگاه چند نکته بود. اولین بحث ما بررسی آثار روانی و آسیب‌های اجتماعی بحث کرونا است. گزارشی داده شد توسط سازمان روانشناسی کشور و دوستان ما در وزارت بهداشت و مسئولین قرارگاه و حول و حوش حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و مداخلات بررسی‌های انجام شد و تصمیم‌گیری‌های انجام شد با توجه به اهمیت این موضوع در دنیا و در کشور ما، که خب موضوع قابل توجهی است که اضافه بر آثار جسمی، آثار روانی، آثار معنوی و آثار اجتماعی کرونا در پژوهش‌ها معلوم بشه، اینها به خوبی آموزش داده بشه، گروه های مخاطب معلوم بشه، مورد آموزش قرار بگیرن و مداخلات لازم برای مواجهه با این موضوع صورت بگیره. موضوع دوم ما جلسه با حضور مسئولین محترم از آستان های مقدس بود و اوقاف سازمان اوقاف کشور، ضمن تقدیری که از این آستان ها به عمل اومد با توجه به اینکه یکی از بهترین عملکردها رو و قوی‌ترین عملکردها رو در مقابله با موضوع کرونا داشتند، هم تقدیر به عمل آمد و هم اینکه در رابطه با ایام پیش رو، به خصوص ایام 15 شعبان و ایام نوروزی، راجع به اینکه بتونیم انشاءالله در این ایام هم مثل گذشته پیشگیری‌های لازم و مراقبت‌های لازم برای رعایت پروتکل ها رو داشته باشیم، بیش از پیش در جلسه مورد بحث و گفتگو با عزیزان قرار گرفت. موضوع سوم ما موضوع بحث سفرهای داخلی و خارجی در ایام پیش رو بود. هم تذکرات لازم داده شد راجع به چه در حوزه حمل و نقل، چه در حوزه اماکن اقامتی که باید کاملا رعایت بشه، و هم عزیزان ما در حوزه اصناف که باید هم این تجمعات رو کنترل بکنن و رعایت کنن. QR کدی که باید دریافت کنن و باز تاکید شد که حتما مراقبت بشه و این اتفاق میفته، و هم سفرهای خارج از کشور که باید کاملا عزیزان با PCR منفی و واکسن های زده شده در مرزها مراقبت بشن، هم برای خروج و هم برای ورود. یکی از موضوعات بحث این حالا سامانه‌ای که طراحی شده واسه سفرهای نوروزی، عنوان شده که پلاش با حالا کد ملی متصل است و حالا اگر که شخص واکسن نزده باشه جریمه میشه. سوال اینجاست که حالا اگر اون شخص با ماشین دیگه حالا سفر کنه و چی میشه؟ این یکی از خلاهای این سامانه ظاهرا با ماشین دیگه ای بره که واکسن زد، در از اون سرنشین ها تزریقی انجام ندادن. به هر حال باید مراقبت کرد، چون ماشین ها در اختیار قرار میگیره. ما فعلا برای که کار برای مسافرین خیلی سخت نشه، پلاک ماشین ها رو مبنا قرار داده شده، برای باید این مراقبت بشه. خود عزیزانی که ماشین هاشون رو میخوان به دیگرانی واگذار کنن باید مراقبت کنن که از این حیث مشکلی به وجود نیاد. این که بخوایم ما تک تک ماشین ها رو بعد پلاک ها رو با تک تک اشخاص تطبیق بدیم، خب این کار برای خود مسافرین هزینه زا میشه و فرصت زیادی میطلبه و این موجب مشکلات و تراکم میشه. لذا باید خود عزیزان در واگذاری وسایلشون به دیگران این مراقبت عمل کنیم. با توجه به اینکه در آستانه نوروز هستیم و تعطیلات، این که واکسن زدن یکی از اولویت‌هایی هستش که افراد باید زده باشن که بتونن سفر برن. اینجا از جناب عالی می‌خوام که به طور مشخص معین بفرمایید که چند دوز واکسن باید زده باشن، یک دوز، دو دوز، سه دوز، این رو شفاف بفرمایید. بله، ما الان سامانمون بر اساس دو دوز تنظیم شده، دو دوز رو حتما باید زده باشن. سامانه هوشمند مبناش دو دوزه، اما این در ستاد ملی کرونا بحث شده، سه دوز رو هم تأکید دارن و این سه دوز، البته ما اینو به شکل اجباری تو سامانه و اعمال نکردیم سه دوز رو، اما به طور جدی درخواست شده که حتما این سه دوز رو اعمال کنن. ممکنه در بعضی از سفرهای خارجی مجبور همین باشیم همین سه دوز رو کنترل کنیم، با توجه به گزارشاتی که داریم که بعضی از مسافرین خارجی
دوچار مشکلات میشن، رعایت های کافی در سفرهای خارجی اتفاق نمیفته و مجبور شدیم در مورد اونها حتی به شکل اجباری عمل کنیم. سامانه فعلا بر اساس دو دوز تنظیم شده، اما دوز سوم به طور جدی مورد تاکید هم برای سلامتی خود عزیزان، چون کسانی که مدت متناوبی مثلا 3 ماه از دوز دومشون گذشته، خب اینها آنتیبادیشون یعنی اون مواد ضد بیماری در بدنشون کم شده و لذا سیانت و حفاظت اونها پایین اومده و حتما تاکید جدی هست که این دوز سوم هم استفاده کن. ببینید ستاد ملی کرونا واقعا با همین نگاه که مردم بتونن در با رفاه و آسایش سفرشون انجام بدن، محدودیت خاصی رو تا الان وضع نکرده، اما این مشروع به رعایت مقررات است، چون آنچه که مهمه و برای ما اهمیت داره سلامت خود عزیزانه، سلامت مسافرینه و به همین دلیل تاکید زیادی روی این هست و به همین دلیل هم یه جریمه های پیش بینی شده که ما امیدواریم که اصلا ضرورتی برای جریمه کردن پیش نیاد با رعایت خوبی که عزیزان مردم عزیز ما و شهروندان عزیز اعمال میکنن. حتما خواسته ما این است که پیش نیاد، اما در هر حال با نگاه به راحتی سفر و کمتر دچار مشکل شدن سعی کنید تسهیلاتی پیش بینی بشه، ولی باز هم خواهشمون از همه اینه که خودشون رعایت کنن، چون مهمترین مسئله اول سلامت خودشون و دیگرانی که با اونها در ارتباط قرار میگیرن هست. خیلی ممنون، متشکرم.